نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض السلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز افزون الله متعال قرین راهتان باد و هر لحظه زندگی در پرتو آیات کلام الله متعال و تعالیم پاکش و عمل به آنها مزینتر و زیباتر از لحظات دیگر زندگی سپری شده باشه و سپری بشه. الله را بسیار سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب بنده و همکاران بنده قرار گرفت تا به همراه شما خوبان در جمعی دیگر از برنامه حفظ قرآن برای تلاوت و تدبر معانی آیات کلام الله منان که گرده هم جمع بشیم تا بتونیم که انشاءالله در هفته پیش رو و فاصله بین این برنامه و برنامه بعد هم آیاتی از کلام قرآن کریم رو و کلام الله متعال رو به همراه شما عزیزان با هم به خاطر بسپاریم. در ادامه درسمون از برنامه های گذشته در سوره مبارکه اسراء، امروز هم به همراه شما عزیزان آیات دیگری از این سوره رو به همراه شما ترجمه معانی آیاتش رو مروری خواهیم داشت و انشاءالله سعی خواهیم کرد تا درسی رو که در این آیات هست به همراه شما عزیزان با هم تکرار بکنیم و دقت بکنیم تا انشاءالله بتونیم که بهتر حفظ بکنیم آیاتی رو که درس پیش روی ماست. میان برنامه کوتا میبینیم برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با آیات دیگر از سوره مبارکه اسراء در 15 جزء قرآن کریم. همراه ما باشید. وهدي الرسول إمام الورى وأقفوا طريقا به الصالحون مضول الرشاد وحاز العلا ففيه السعادة فيه الهنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن أهل قرآن أهل الله وبندگان خاص او هستند. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضول الرشاد بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران. در
برنامه گذشته به همراه شما عزیزان از سوره مبارکه اسراء در آیات 20 و 22 به بعد از آیات 22 23 همینطور آیاتی که بعد از اون اومدن دیدیم که الله متعال ما رو به نکات بسیار مهمی و دستورهای بسیار مهمی امر فرمود. مهمترین این دستورها در آیه 22 ذکر گردید و اون پرهیز از شرک به امره الله متعال بود. در آیه بعد الله متعال ما رو امر کرد به عبادت خالصانه خودش و در کنار او امر کرد به بر به والدین، نیکوکاری برای پدر و مادر و احسان به اونها و آنگونه که حق احترام و نیکوکاری به پدر و مادر هست رعایت بکنیم این حق رو و با این کار تقرب بجوییم به الله متعال، برای اونها دعا بکنیم، دعای رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، علی خصوص برای کسانی که پدر و مادر رو از دست دادن و فرصت نیکوکاری رو ندارن. همچنین در آیات بعد الله متعال اشاره فرمود به موضوع احسان و نیکوکاری به خویشاوندان و رسیدگی به اونها و الله متعال همچنین در ادامه ما رو من فرمود از اینکه اهل اسراف باشیم و بریز و بپاش بیجا و باز ما رو امر فرمود به اینکه اگر کسی برای ما دست راست کرد پیش ما و از ما چیزی طلب کرد و امیدوار بودیم که در آینده نزدیک چیزی به دست ما بیاد، با زبانی خوش با او صحبت بکنیم، بعدی به او بدیم حداقل. و همچنین باز در ادامه الله متعال ما رو برحذر داشت از اینکه حتی در راه انفاق هم ما افراط بکنیم به حدی که تمام زندگی خودمون رو بذل و بخشش بکنیم و برای تأمین مخارج اولیه زندگی خودمون باز خودمون دوچار مشکل بشیم و به تعبیر قرآنی فتقعود ملوما محصورا، ملامت شده و برهنه بدون هیچ مالی در دست ما که مخارج اولیه زندگی ما رو تأمین بکنه بنشینیم. الله متعال در پایان این موضوع به بحث در پایان بحث انفاق به موضوع بسیار مهم اشاره فرمود که رزق و روزی به دست الله تعالی است و اوست که به ما رزق و روزی میده. هر آن که دندان دهد نان دهد. به همین خاطر ما رو منع کرد از اینکه خدای نکرده به ترس از روزی و رزق فرزندانمون اونها رو بکشیم. و در آیه 31 الله متعال به ما فرمود که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، و شما نکشید فرزندانتون رو از ترس اینکه شاید دچار فقر بشید در آینده و از تأمین مخارج فرزندانتون بر نیاید، که الله متعال فرمود نحن نرزقهم و ایاکم، من الله با عظمت هستم که اونها رو هم رزق خواهم داد همون گونه که شما رو دارم الان رزق میدم. الله متعال فرمود که قتل اونها و کشتن کودکان گناه بسیار و خطای بسیار بزرگی است و این گناه به شکل‌های مختلفی اتفاق می‌افتاد و اشاره کردیم که یکی از این موارد این بود که زنده به گور می‌کردن. موارد دیگری الان هست متأسفانه کسی میاد و شاید فرزندش رو سخت می‌کنه یا جلوگیری می‌کنه از بارداری به این نیت که می‌ترسه از مخارج او و از اینکه شاید نتونه مخارج او رو به دست بیاره. و این موارد به تفسیر بیشتری در برنامه گذشته در آخرین آیاتی که صحبت کردیم بهش پرداختیم. از موارد دیگری که میتونه یکی از اسباب کشتن باشه، الله متعال در آیه 32 که در این برنامه بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد و بعد در آیات بعدی اشاره میفهمد. در آیه 32 اینگونه میخوانیم که الله متعال میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، و نزدیک نشید شما، ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید، به زنا، چرا که انه همان الزنا كان فاحشه، بسیار گناه بزرگی است، وساء سبيلا، از قبل هم این گونه بوده که گناه رو همیشه بد میدونستان مردم و فعل ناپسندی است و سا سبیلا و بد راهی است. سا سبیلا یعنی راه بد، بد راهی است. ولا تقربوا الزنا، نزدیک نشید به زنا. نزدیک نشودن این تعبیر خیلی فصیح‌تره و بلیغ‌تر از این که الله متعال اگر می‌فرمود ولا تزنوا،
زنا نکنید. علی مطلب فرمود اصلا نزدیک نشید به زنا. شبیه این تعبیر رو ما در باره تحریم شراب یا همون خمر به تعبیر شرعیش داریم و اصطلاحیش، که در آیه 90 سوره مبارکه مائده علی متعال درباره خمر حکم می‌فرماید که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام، در بخش پایانی آیه خمر و همون شراب و همچنین بخت آزمایی و بت‌ها اینها پلیدن از عمل شیطانن، فاجتنبوه، پس پرهیز کنید، پرهیز بکنید از خمر، از شراب. پرهیز اولاتر و فصیح‌تر و بلیغ‌تر پرهیز بکنید از این که ننوشید خمر. اگر علامتون میفهمود خب شراب ننوشید، شاید این برداشت میشد که نوشیدنش حرامه، فروختنش حرام نیست، تولید کردنش حرام نیست، و در تعبیر فجتنبوه و پرهیز بکنید همه این موارد رو در بر میگیره، نوشیدنش، فروختنش، درست کردنش، مشارکت با به هر حال تجارتش، همه اینا حرام است. چون فجتنبوه، پرهیز بکنید هر چیزی که مرتبط به شراب هست. الان ما در این آیه هم ولا تقربوا الزنا، نزدیک نشید، یعنی هر آن چیزی که مقدمه زنا است او هم خود به خود من میشه. هر آن چیزی که انسان رو به شهوت میاندازه، زینا للناس حب الشهوات من النساء، علی متعال در 14 سوره عمران فرمود که برای انسان ها شهوت رانی نسبت به جنس مخالف، مرد به زن و زن به مرد، زینت داده شده. این یک طبیعت فطری است در وجود همه انسان هاست بلا استثناء. اگر انسانی احساس میکنه که به سن تکلیف هم رسیده و این احساس در او نیست، انسانی که به سن بلوغ رسیده و این احساس رو نداره، یک نشانه ای از بیماری در وجود اوست، چرا که انسان سالم این فطرت رو باید داشته باشه. و این یکی از آزمایش های الله متعال است و الله متعال ما رو آزمایش میکنه و برای موفقیت در این آزمایش ما باید مقدمات رو رعایت بکنیم. لا تقربوا الزنا، نزدیک نشید به این زنا. زنا دیگه آخر این آزمایش، شکست این آزمایش میشه زنا و گناه بسیار بزرگی است و سعه سبیلا و راه بسیار بدی است، راه شهوت، مسیر شهوت در غیر مدار درستش، در غیر طریق درستش انسان رو به تباهی میرسونه. شهوت رانی، لا تقربوا الزنا، نزدیک نشید به این راه. این راه سراشیبی هست، تابلوهای در مسیر راه میزنن، خطر سقوط، پایان یک مسیری پلی بوده چپه شده، الان اینجا سقوط میکنه انسان، یا مسیری داره میره بعد از اون یک دره است، اگر کسی امتداد بده این مسیر رو از در از اون طرف میفته پایین و دیگه نباید امتداد بده این مسیر رو، اونجایی که باید میرسید رسید، دیگه امتداد نباید بده، اگر امتداد داد دیگه میفته. تابلو میزنن خطر سقوط، نزدیک نشید. زنا از این راه است، راهی که پایانش یک دره است و هلاکته، سه اسبیلا، راه بدیه، راهی که پایانش سقوطه، هلاکته و انسان به مرحله‌ای میرسه که دیگه انسانیت خودش رو گم میکنه. راه شهوت، شهوت اگر در مسیر درستش استفاده نشه، اگر انسان چشم چرانی رو بی حد بکنه، اگر انسان کنترل نکنه چشم خودش رو، اگر انسان کنترل نکنه قلب خودش رو، اگر انسان در مسیر شهوت آزاد بود، هر کاری که دلش خواست کرد، هر چه که دلش خواست دید، با هر کی که دلش خواست رابطه برقرار کرد و هر جوری که دلش خواست سخن گفت، ناز و کرشمه رفت و آرایش کرد و لباس پوشید و خود رو در معرض تماشای دیگران قرار داد، پایانش راه بدی است. این راه راه بدی است، سعه سبیلا، نزدیکی به زنا هم بده. لا تقربوا الزنا، خود زنا که به جای خود، مسیری که منتهی به زنا میشه هم بده. این راه اصلا کلا راه بدی است، هم نشینی با انسان های بد در محافلی که انسان های بدی نشستن، همراهی با اونها، مشارکت در اماکنی که اونجا اماکن فسق و فجور است، برخی ساحلها، فلان شهرها، فلان روستاها، فلان منطقه ها، فلان آبادی ها، فلان جزایر و فلان تفریگاه های مختلفی که انسان رو به این هلاکت میرسونه، اصلا حرکت در این مسیر بده. سعه سبیلا ولا تقربوا الزنا انه کان فحشة و سعه سبیلا، گناه بسیار بدی است و مسیر بسیار، گناه بسیار بزرگ و مسیر بسیار بدیست. این زناست. زنا انسان رو به مسیری پیش میبره که خدای نکرده، چه بسا این سا از سبیلا، مسیر بد، پایانش به خونریزی میکشه. مسئله شرف، مسئله ناموس برای انسان، هر انسانی که نام انسان
هنوز بر او صدق میکنه و واقعا میشه به او گفت انسان شرف براش مهمه، ناموس براش مهمه. و یکی از مواردی که در مسئله شرف و ناموس بسیار خطرناکه بحث فساد اخلاقی است یا همون زنا، که انسان‌های دوربر دیگه نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن و چه بسا دست به سلاح میبرن و انتقام میگیرن و سر به خود میرن و قاضی میشن و میرن و دست به قتل میزنن و خونریزی میزنن. الله متعال بعد از اینکه خطر زنا رو برای ما معرفی میکنه، ما رو منع میکنه از اینکه خدای نکرد اگر کسی دوربرش این اتفاق افتاد، نباید سر به خود قاضی بشه و مأمور اجرای حکم، بلکه نظام اسلامی برای خود چارچوبی داره و قوانین و مقرراتی داره که باید طبق اون پیش بره. خون در قانون اسلام، خون در دین مبین اسلام خط سرخ است و نباید هر کسی دست راز بکنه به او، همانطوری که ناموس و عرض و آبرو هم خط سرخ بود و نباید کسی دست راز بکنه. زنا، منع از زنا به همین خاطر است، به خاطر حفظ جان. در این آیات، این دو سه آیه که پشت سر هم میان، مسئله ناموس و آبرو، مسئله جان و مسئله مال به تأکید درباره صحبت میشه. سه مسئله بسیار مهمی که برای هر انسان آزاده مهم، هر انسانی که انسان هست ولو این که هر دین و آیینی که داشته باشه، مسئله ناموس، مسئله جان و مسئله مال براش بسیار مهمه. بلای متعال در این سه آیه پشت سر هم این سه نکته مهم رو برای ما اشاره میکنه و ما رو منع میکنه از اینکه این خط سرخ ها رو نادیده بگیریم. بحث ناموس که در بحث زنا مطرح شد و بحث جان، کسی که حتی ولو اینکه خدایی نکرده یکی از اطرافیانش مرتکب یک فساد اخلاقی شده، هم حق نداره سر خود صلاح برداره و بره و خودش انتقام بگیره و مأمور اجرای حکم میشه. هر چیزی در شرع مقدس برای خود مشخص قانونی داره و حکمی داره. همین خاطر در روی بعدی الله متعال ما رو از کشتن خود سرانه منع میکنه با این تعبیر که میفرماید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. و نکشید نفسی رو که، التي برمیگرده به کلمه نفس. کلمه نفس در عربی مؤنث به کار میره و تمام ضمایری که بون استفاده میشه و فعل هایی که استفاده میشه، التي به خاطر مؤنث به کار رفته برای نفس. ولا تقتلوا النفس التي، نکشید اون نفسی رو که حرم الله، الله متعال برای شما حرام کرده. نفس، هر نفس انسانی کشتنش حرام است، الا بالحق، مگر با حق و اون حکم کرده متعال اجازه میده. حق، الا بالحق، انسان کسی حق نداره که خون کسی رو بریزه مگر به حقش. حقش چیه؟ حقش اینه که اگر کسی زنا کرد و متأهل بود، زنی شوهر داره یا مردی که زن داره، بره و زنا بکنه، اون موقع حکم شرع درباره این چیز رجم میشه، به شرط این که ثابت بشه یا به اعتراف خودشون یا با 4 تا شاهدی که اونها رو در حین ارتکاب به جرم دیده باشن و بیان و گواهی بدن و شهادت بدن که اونها رو در حین ارتکاب به جرم دیده باشن، که در طول تاریخ اسلام، در طول تاریخ اسلام حداقل با سند صحیح ثابت نشده که تا به حال کسی 4 تا شاهد آورده باشه که اونها رو در حین اجرای حکم دید اون فسق دیده باشن و اومده باشن و شهادت داده باشن و رجمی به خاطر اجرای حکم صورت گرفته باشه، مگر کسانی که خودشون اعتراف کردن در زمان رسول صلی الله علیه و سلم یا بعد از اون و اومدن و خواستار تقاضای حکم بر خودشون شدن. یکی از مواردی که نفس به حق کشته میشه بحث زنای محسن است، یعنی زنای کسی که متأهل است، همسر داره و زنا میکنه. مورد دوم قصاص هست. قصاص در جایی که کسی رو میکشه به ناحق و خونش میفته بر حال گردن قاتل و قاتل بعد قصاص بشه. و موضوع سوم، موضوع جنگ و جهاد بر علیه کسانی که الله متعال به اونها اجازه داده با اونها جهاد بشه. الله متعال اجازه داده به مسلمین با یک عده‌ای در شرایق و فقه جهاد جهاد بکنن و اون موضوع مفصلی است. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. در آیه 190 سوره مبارکه بقره الله متعال میفهمد بجنگید با کسانی که در راه الله متعال با شما می جنگن و تعدی و تجاوز هم نکنید، که الله متعال متعدین و تجاوزگران از حدود الهی رو دوست نداره. چارچوب فقه جهاد مشخص و معینه و تفصیلش بسیار زیاد که اون رو برهان
مجالش در این برنامه نیست و عزیزانی که اهل فن هستن بهتر میدانن. این سه مورد یعنی زنا و قتل نفس بدون گناه و همچنین جهاد، این سه مورد مواردی هستن که اونجا طبق احکام فقهی خودش یک شخصی اجازه داره که خونه شخص مقابل رو بریزه در چارچوب احکام فقهی این سه مورد، بحث زنای محسنه، زنای متأهل و یا قتل نفس به ناحق و یا میدان جهاد. اینها اون حقی هستن که میشه کشت. الله متعال به ما اجازه میده که فقط در این سه موارد خون کسی اگر ریخته میشه ریخته بشه با این تعبیر که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، خون هر کسی رو حق ندارید، خونی که حرام کرده الله متعال، نفسی رو که حرام هست ریختن خونش شما حق ندارید خونش رو بریزید مگر به حقش که ذکر کردیم. در ادامه حتی ادای متعال از همین موارد هم میفرماید اگر کسی حتی کسی رو کشت هم شما باز در انتقام گرفتن و قصاص مواظب باشید که از عدالت خارج نشید. با این تعبیر در ادامه علی متعال میفرماید و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ومن قتل مظلوما، الله متعال میفهمه هر کسی که مظلومانه کشته بشه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، من الله با عظمت قرار دادم کسی که بیگناه کشته میشه، من قرار دادم لوليه به ولی دم مقتول، اولین مردی که به مقتول نزدیکه و نسبت داره ولی دم اوست، ولی دم مقتول من قرار دادم برای ولی دم مقتول سلطانن، اختیار دادیم بهش، قدرت و تسلط و سلطه داره بر قاتل. پس این ولی فلا یصرف، پس ولی اسراف نکنه، از حد نگذره، فی القتل در کشتن. الان اگر یکی کشته شده به جای یکی دو نفر سه نفر و یا جمعی رو نکشه. انه کان منصورا، همانا ولی دم قاتل منصور است، از طرف شرع مقدس اسلام یاری میشه. اگر کسی مظلومانه کشته شد بدون گناه، این گناه، این قاتل و گناهکار الان در محکمه عدل الهی حکم قصاص بر او جاری میشه اگر قتل عمد بوده باشه، و حکم قصاص جاری میشه و ولی دم مقتول، اون کسی که از مقتولین از خانواده مقتول باقی مانده و ولی دم هست، اون شخص اختیار داره الان در برابر این قاتل میتونه که حقش رو بگیره. انه کان منصورا، او یاری میشه، منصوره یعنی یاری شونده است، شرع مقدس اسلام او رو یاری میکنه، بهش حق میده. فقط جعلنا لولیه سلطانا، سلطان داره، تسلط داره و سلطه داره بر قاتل که او رو ببخشه و یا اینکه او رو قصاص بکنه. اگر قصاص میکنه فلا یسرف فی القتل، در قتل نباید اسراف بکنه. یک نفری رو به عمزده و کشته و الان خانواده مقتول حق ندارن تفنگ بردارن بریزن به خیابان و برن به خانواده قاتل حمله بکنن و بکشن، به جای یک نفر ده نفر رو بکشن، شرعاً این اجازه رو ندارن، نباید از عدالت خارج بشن. درسته که عزیزشون کشته شده، درسته که درد دارن، درسته که ظلم شده در حق اونا، این انسان مظلوم کشته شده، من قتل مظلوما، بله این حق رو داره خانواده که انتقام بگیره، اما انتقام یکی به یکی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اینه که یک نفر در مقابل یک نفر قصاص میشه، نه یک جمعی، مگر اینکه اون جمعی که کشتن همه اونها به صورت مستقیم در قتل این شرکت داشته باشن که اون موقع تمام قاتلین هم قصاص میشن ولو اینکه یک نفر رو کشته باشن. اگر 20 نفر با هم به صورت مستقیم در قتل یک نفر شرکت داشته باشن، اون موقع بحثی نیست که اونها همچون قاتلن، هر کدوم به تنهایی قاتل حساب میشن، اون موقع حسابشون جداست. اما قاتل موجوده و ولی دم هم طبق حکم شرعی میتونه که حق خودش رو بگیره، اما نباید اسراف بکنه در قتل. انه کان منصورا، همانا ولی دم قاتل یاری شونده است. یک جور دیگه هم میشه برداشت کرد از این آیه که انه کان منصورا، که مرجع ضمیر او برگرده به من قتل مظلوما، کسی که مظلوم کشته میشه، انه کان منصورا، کسی که مظلوم کشته میشه یاری میشه. الله متعال میفهمد انسان مظلوم یاری شونده است، انسانی که مظلومه الله متعال از او حمایت میکنه، نصرت میکنه او رو، ولو اینکه
اگر این تصور پیش بیاد که چرا در دنیا عده‌ای که مظلوم کشته میشن انتقام اونها گرفته نمیشه، الله متعال یقیناً انتقام مظلوم را از ظالم خواهد گرفت، چه در این دنیا چه در روز قیامت، اون روزی که محکمه عدل الهی برپا خواهد شد و اون موقع هر حقی به حقدارش خواهد رسید و در مقابل اون ظالم خواهد ایستاد این مظلوم و حق خودش رو، انتقام خودش رو از ظالم خواهد گرفت. با کم شدن گناهان مظلوم و یا اینکه با گرفتن ثوابهایی که ظالم انجام داده بود و اونها اون ثواب از حساب ظالم منتقل میشه و به حساب مظلوم میرسه. روز قیامت هیچ حسابی باقی نخواهد ماند، بلکه اینکه در این دنیا احیانا این تصور ایجاد بشه که مظلوم انتقامش گرفته نشده و الله تعالی از ظالم در همین دنیا قبل از آخرت انتقام خواهد گرفت و در روز آخرت هم که یقینا محکمه عدل الهی است و هیچ ظلمی بی پاسخ نخواهد ماند، هیچ ظلمی بی پاسخ نمیمونه. الله تعالی شاید از حقوقی که مستحق اون حقوقی که به الله متعال برمیگرده در عبادت ها، نماز، روزه، زکات، حج، در مواردی مثل این بگذره، الله متعال شاید کوتاهی در این رو بگذره، اما از حقوقی که مرتبط به انسان هاست هرگز نمیگذره مگر اینکه خود اون انسان بگذره. مظلوم حقش همیشه محفوظ است، انه کان منصورا، و روز قیامت پاسخ خود رو خواهد گرفت و حق خود رو، مگر اینکه بخواد حق خودش رو ببخشه که اون اختیار اوست. موضوع شرف، عرض و آبرو و جان و موضوع مال، موضوع دیگری که بسیار مهمه. اگر حالا کسی کشته شد، طبیعتا وقتی کسی کشته میشه از اون دور بریاش کسانی وارثانی داره، پدری اگر کشته شد بچه هاش یتیم میشن، یتیم میمونه و ثروتی که برای پدر بوده الان این ثروت میرسه به وارثان و من جمله این وارثان اولادترین اونها فرزندانش هستن و یتیمانی که از او باقی مانده. الان در این مال نباید عدالت نادیده گرفته بشه و دست درازی بشه، نباید وصیت نامه فراموش بشه و نباید اون حکمی که الله متعال در میراث گذاشته زیر پا گذاشته بشه. موضوع مال سومین موضوعی است که بسیار مهم است، بعد از آبرو و شرف و بعد از جان موضوع مال، علل خصوص در بحثی که برای یتیمی که سنی از او نگذشته و یتیمی که مظلوم است و پدرش رو از دست داده و یتیمی که مدافعی نداره، به راحتی اینجا میشه که مالش رو بالا کشید. الله متعال بر حذر میداره مسلمین رو از اینکه در این گناه واقع بشن. با این تعبیر ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، و نزدیک نشید، ولا تقربوا مال اليتيم، نزدیک نشید به مال یتیم، لا تاكلوا که به جای خود، مثل زنا است، اصلا اینا خط سرخن. ولا تقربوا، در زنا هم الله متعال فرمود ولا تقربوا، نزدیک نشید. چرا؟ چون خطرناک زنا، اصلا نباید نزدیک بشید. ولا تقربوا مال الیتیم، اصلا نزدیک نشید به مال یتیم، چه برسه که بخورید، چه برسه که دست ببرید. ولا تقربوا مال الیتیم، اصلا به مال یتیم نزدیک نشید، مگر الا بالتی، از اون راهی که هی اون راه بهترین راه هست، مثلا حتی یبلغ اشده، تا جایی که برسه به اون سنی، به بلوغ برسه، به بلوغ و رشد فکری برسه، به اون سنی برسه که خودش بتونه دخل و تصرف کنه. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، الا بالتي هي احسن، مگر به اون راهی که بهترین راه است. مال یتیم رو وقتی که پدر میمیره، مادر میمیره، فرزندانش میمونن و الان صاحب ارثن، اما سنشون کم، طفل، خردسال و کودک، یا به سن بلوغ حتی تکلیف نرسیده، به اون رشد عقلی نرسیده که بتونه دخل و تصرف بکنه در مال خودش، اینجا ولی یتیم، کسانی که دور برش هستن، میتونن در این مال دخل و تصرف بکنن به یک شرط، به لطیه احسن، که بهترین راه و به نفع مصالح یتیم باشه. مثلا مالی مونده و این مال در بانک خوابیده، منزلی مونده، باقی مونده، زمینی مونده، الان یتیم هم خودش استفاده نکنه و این منزل هم همینطوری بمونه، این بال هم همینطوری، این باغ و این زمین بمونه یا این ثروت بخوابه، خب بهتر اینه که این به تجارت بیفته و سودمند باشه و این سودش اضافه میشه و هر سال و هر ماه برای یتیم، و این رو فقط به خاطر الله متعال و برای اینکه این یتیم مالش بیشتر بشه، این حق رو دارن دور بری ها و بیان که این رو برای در تجارت استفاده بکنن، و اگر کسی خودش اون زحمتی رو که میکشه به اندازه زحمت خودش برمیداره، یا مثلا یتیمی رو داره بزرگ میکنه، در خانه خودش خرج میکنه، به خاطر آیاتی که در ابتدای سوره مبارکه نساء هم ذکر شده، دایشیشون ببن،
الله متعال این حق رو میده که اندازه‌ای که استفاده میکنه و به اندازه‌ای که زحمت میکشه از این مال برداره و این مال رو دیگه حق نداره درش دخل و تصرف بکنه و دست بزنه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. در آیه 10 آیه سوره مارکه نساء الله متعال میفهمند کسانی که اموال یتیم ها رو به ناحق میخورن، خیلی ها متاسفانه، خیلی ها متاسفانه امروز حق یتیم رو میخورن و الان خصوص یتیم هایی که دخترن، اونها رو کسان کسی آدم حساب نمیکنه. برادر حق خواهر خودش رو میخوره و بهش حق نمیده، خواهری که یتیمه. عمو حق یتیمان رو میخوره و حق پسر و دختر برادرش رو به اونها نمیده، یا هر کس دیگری. خوردن مال یتیم خیلی ها متاسفانه خیلی با لذت و اشتها میخورن مال یتیم رو. الله متعال میفهمد کسانی که مال یتیم رو میخورن اینها آتش میخورن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که به ناحق و ظالمانه مال یتیم رو میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، اینها در دل خودشون آتش میخورن و آتش بر میکنن. و سيصلون سعيرا، و به زودی به دوزخی که آتش شعله ور است داخل خواهند شد کسانی که مال یتیم رو میخورن. مال دیگران رو خوردن جرم است. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مال یک دیگر، مال های خودتون رو بین خودتون به ناحق نخورید از روی باطل، مگر تجارتی باشه، مگر با طیب خاطر باشه، مگر با حقی باشه که الله متعال اجازه داده باشه. این یک قاعده کلی است. دست راز کردن به مال دیگران حرام است و علن خصوص مال یتیم، و بویژه و باز هم علن خصوص مال یتیم. مال یتیم مهمترین موضوع است که الله متعال درباره رعایت مال دیگران برای ما گوشزد میکنه، چرا که اینجا به سادگی این اتفاق میفته. کسی نیست که حتی خبر بشه، کسی نیست که حق یتیم رو بگیره، اما الله تعالی خبر دارد، الله تعالی از دل یتیم خبر داره. اگر یتیم الان طفله و کودک و نمیفهمه، اگر حتی بزرگ شدم خبر نشد، اما الله یتیم که خبر داره. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، میشه که مال یتیم رو فقط تا وقتی که او به اون سن و سالی برسه که بتونه دخل و تصرف بکنه در مالش، کسی پیش خودش نگه داره و در او حسن تصرف داشته باشه و بتونه که به نفع یتیم او رو به تجارت بگذاره مال رو تا مال یتیم بیشتر بشه، و وقتی که به سن و سالی رسید که میدونست الان میتونه به نحو احسن دخل و تصرف بکنه، مال رو بهش پس میده. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. در ادامه الله متعال میفرماید و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، وفا کنید به عهد و پیمان، چرا که ان العهد کان مسئولا، عهد و پیمانی که میبندید از شما سوال میشه، پرسیده میشه، مسئول سوال شده است. هر عهدی سوالی داره و جوابی داره. عهد بستن، انسان یا نباید عهد ببنده، یا عهد بست باید به عهد و پیمانش وفا بکنه. این یکی از صفات مؤمنین و مسلمین هست که پیمانی که میبندن به پیمانشون وفا میکنن، تا جایی که پیمان مخالف با شرع مقدس اسلام نیست. الله متعال میفرماید که عهد رو فراموش نکنید. یکی از موارد این عهد وصیت نامه است. وصیت نامه‌ای که کسی میفرسته بعد از خودش مینویسه و وصیت میکنه به یک سوم مالش، یک سوم مالش رو کسی حق داره تا یک سوم مالش رو وصیت بکنه. در یک سوم مال اگر کسی وصیت کرد به غیر وارثین، وصیت دو تا شرط دار باید داشته باشه، یکی در یک سوم مال فقط تا سقف یک سوم، و دوم وصیت به غیر وارثین است. کسی که وارثه در وصیت نامه شریک نمیشه و وارث چون خودش ارث میبره در وصیت داخل نیست. اما اگر کسی وصیت کرد با این شرایط و ضوابط شرعی، اون موقع ان العهد کان مسئولا و اوفو بالعهد، وصیت خودش یک عهده، اون عهد باید پایبند باشه. شاید وارث بگه آقا جون از حکم از مال من کم میشه مقداری، چون یک سوم داره جای دیگری میره و به وارث نمیرسه، و زیر پا بگذاره این رو، ان العهد کان مسئولا، پاسخ باید بده در مقابل این وصیت. آقا مالشه، صاحب مال، مال خودش رو تصمیم داره اینجوری صرفش بکنه، این اختیار رو داره. اگر کسی بعد از او به وصیت نامه او که یک عهد و پیمان است عمل نکند، ان العهد کان مسئولا، باید پاسخ بده و سوال میشه. هر عهد و پیمانی، تنها وصیت نامه نیست، انسان در دادگاه، در اداره، کارخانه میره، انسانی با انسان دیگری قراردادی میبنده و زیرش امضا میکنه، شروطی که در قرارداد اومده یک عهده، ان العهد کان مسئولا، اگر زیر پا گذاشت، اگر ناراحت این رو نادیده گرفت، باید پاسخ بده.
باید پاسخ بده. روز قیامت در مقابل تمام آنچه که امضا کرده بود باید پاسخگو باشه. آقا کی خبر میشه؟ قرارداد نوشته، سر ماه طرف میاد که مالش رو بگیره، پولش رو بگیره، میزنه زیرش. سر سال قرارداد تمام شد، کار رو تحویل دادن، نصف مالش رو نمید. 10-20% بالا میکشه. ان العهد کان مسئولا. الله متعال از او پرس میپرسه و پاسخ خواهد داد یک روزی در برابر آنچه که عهد و پیمان بست. و اوفو الکیل اذا کلتم. در ادامه الله متعال ما رو به موضوع پیمانه و ترازو امر میکنه. و اوفو الکیل اذا کلتم، وفا کنید، به صورت کامل پرداخت کنید. کیل پیمانه رو، اذا کلتم وقتی که وزن میکنید، پیمانه میکنید. وزنو، وزن کنید. وزنو امر، صیغه امر از وزن گرفته میشه مصدرش. وزنو و وزن کنید بالقسطاس المستقیم. قسطاس، قسطاس از جمع قسط و تاس ایجاد شده. این کلمه قسط تاس، قسط بوده و تاس قسطاس شده. اصل ریشه کلمه گفته میشه که رومی است. قسط به معنای عدالت و عدل و تاس به معنای ترازو. قسطاس یعنی پیمانه عدل، ترازوی عادلانه. وزن و وزن کنید بالقسطاس المستقیم، با ترازوی عدلی که مستقیم است. مستقیم از قوام گرفته میشه، آنچه که برپا میشه، آنچه که درست است. و صراط مستقیم، راه مستقیم هم راهی که انسان رو به هدف میرسونه، راهی که انسان رو به خوبی ها میرسونه. قسطاس مستقیم برابر، راهی که صاف است. قسطاس مستقیم ترازوی عدلی که درست است، سالم است. قسطاس مستقیم، وزنو بالقسطاس مستقیم، وزن بکنید با ترازوی عدلی که بهترین است و سالم است و شما رو به اون هدف عدالتی که باید برپا بکنید میرساند. و اوفو الکیل اذا کلتم وزنو بالقسطاس مستقیم. وقتی که پیمانه ترازو رو میبرید و ترازو میکنید، یادتون باشه اگر شما دکان دارید، اگر شما خریدارید در بازار، جنس های خوراکی و هر جنس دیگری رو وزن میکنید، شما طلافروشی، شما هر کار دیگری که داری که با ترازو سر کار داری، مواظب باش که پیمانت کم نباشه. ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. وای بر کم فروشان، اون کسانی که وقتی که برای خود میخرن پیمانه رو کامل میکنن، اما به دیگران که میفروشن ناقص میکنن. وقتی که برای خودش میخواد بخره گرم رو هم حساب میکنه، آقا 999 گرم شد، یک گرم دیگه باید اضافه بکنی. اما وقتی که میفروشه 900 گرم میفروشه به جای 1 کیلو. وای به حال این افرادی که در پیمانه خودشون خیانت میکنن. هر چی که میخواد باش، شرکتی به اسم 1 لیتر داره میفروشه، آدم میره که نگاه میکنه بطری نوشته 1 لیتر، ارزش میکنی 800 گرم هم نیست. این وای به حال این عده. بله، متو سوره‌ای به نام اینها نازل کرده به اسم متففین، کم فروشان. و اوفو الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، وقتی که وزن میکنید وزنتون کامل باشه، عادلانه با ترازوی عدل وزن میکنید. ذلک خیر و احسن تأویلا، این بهتر است و بهترین عاقبت رو برای شما داره. تأویلا اینجا معنای عاقبت هست. ولا تقف ما ليس لك به علم. اینا هر کدوم از این آیات نیاز به شرح داره و هر کدوم از اینها رو میشه دربارش کتابی صحبت کرد و نوشت. ولا تقف ما ليس لك به علم، و پیروی نکن. لا تقف از قفا گرفته میشه، قفا یعنی پشت گردن. لا تقف یعنی پیروی نکن، پشت سر کسی را نیفت. ولا تقف، نرو دنبال کسی که آن چیزی که، ما یعنی آن چیزی که، ولا تقف نرو دنبال آن چیزی که ليس لك به علم، نیست برای تو نسبت به آن چیز علمی. چیزی که علم نداری نرو دنبالش. ان السمع، چرا که همانا شنوایی. و البصر، و همچنین بینایی. و الفؤاد، و همچنین دلت. کل اولک، همه اینها. کان عنه مسئولا، از اینها سوال میشه، پرسیده میشه. شما تو یه چیزی اطلاع نداری و آگاهی نداری دنبالش نرو. چیزی رو که نشنیدی دربارش حرف نزن. چیزی رو که ندیدی دربارش نظر نده. چیزی رو که نمیتونی درکش بکنی دربارش حرف نزن. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر انسان فاسقی برای شما خبری آورد، اول مطمئن شو از خبر، بعد پخشش کن. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، قبل از اینکه قومی رو متهم بکنی بعد حقیقت که آشکار شد پشیمان بشی بر آن کاری که انجام دادی.
ولا تقف ما ليس لك به علم. چشم، گوش، قلب، این ستا رو الله مطال میفرماید مواظب باش. در حرفی که نزدی نگو زدم، دروغ نگو. در آنچه که ندیدی شهادت دروغ نده. آقا تو دیدی این کار کرد؟ بله دیدم. در حالی که ندیدی، در حالی که ندیدی. اگر از تو پرسیدن این چیز رو دیدی و دیدی و گفتی نه ندیدم، خیانت کردی. اگر چیزی رو که شنیدی در جایی از تو پرسیده شد، گفتی نشنیدم، خیانت کردی. و اگر نشنیدی گفتی شنیدم، باز هم خیانت کردی، چون تو نسبت به آنچه که علم داشتی واقعیت رو نگفتی. نسبت به آنچه که علم داری حقیقت رو بگو، و نسبت به آنچه که علم نداری سکوت کن و حرف نزن. ولا تخبو ما ليس لك به علم. یک خبری پخش میشه، دروغ شایع است، اصلا خبر نداریم درست یا غلط، پخشش کن، این طرف بفرست، اون طرف بفرست، برای این بفرست، برای اون بفرست. آقا آوردن تهمت زدن به فلانی، تهمت میزنن، تهمت اخلاقی زدن، تهمت دزدی زدن، تهمت نعوذ بالله زنا زدن. قبول نکن، نپذیر. ولا تخفو ما ليس لك به علم. چرا درباره آن چیزی که علم نداری پشتش را میافتی؟ چیزی رو که خبر نداری چرا داری میری در اون مسیر؟ چرا پخشش میکنی؟ چرا قبولش میکنی؟ والفؤاد، حتی اینجا علامه طه میفهمد قلب تو هم. تهمت زدن به کسی که فلانی فساد اخلاقی داره، تو هم قبول کردی، بله اینجوری اصلا معلوم بود اینجوریه طرف، از قیافش معلوم هستن، از نشست و برخاستش معلوم، خدا میدونه که چند تا فساد اخلاقی دیگه با کیو کیو کی داشته. این مسائل خیلی خطرناکن، این مسائل مسائلی هستن که علامه طه میفهمد کل اولئک کان عنه مسئولا. همه اینها پاسخ دارن، اینها باید جواب بدن. این سم اول بسر اول فؤاد، سم گوش، خبرها غالبا شنیده میشه، و چشم و قلب. گوش و چشم دریچه های قلبن، اول میشنوه گوش و چشم میبینه و قلب حکم میکنه. هر سه اینها، چشم و گوش و قلب، انه کان مسئول، کل اولئک که کان عنه مسئول، همه اینها مسئولن پیش الله تعالی. تمام آنچه که انسان میشنوه و موضع‌گیری در برابر شنیده ها، آنچه که میبینه و موضع‌گیری در برابر آنچه که دیده و تصورات قلبش نسبت به دیگران، این بعض ظن اسمون، برخی از این گمان ها گناه هست. اینها رو باید کنترل کرد. و اگر کسی چشم و گوش و قلبش رو کنترل کرد نسبت به آنچه که میداند و یا نمیداند و دونست که چجوری برخورد بکنه، با خوشبختی و سعادت میرسه. اما اگر نسبت به آنچه که علم نداره، انسان همینطوری فتوا بده پیش خودش، نظر بده، حکم بکنه، شایعات، دروغها، تهمتها، هر چیزی که هر کی میاره و بشنوه آقا فلان اینجوری راست میگه، نه قبول کرده که خلاص این براش مسلم شد، میره فردا پیش کسی دیگه نشرش میکنه و پخشش میکنه. ولا تخفو ما ليس لك به علم. راه نیف پشت هر چیزی که علم نداری. وقتی خبر نداری چرا راه میافتی پشتش؟ آقا شما مطمئنی اینجوریه؟ والله فلانی گفته، فلانی است که شنیده، از فلانی شنیده، فلانی آخرش میبینی که اصلا از بی خوبان اینه که دروغ بود. ولا تخفو ما ليس لك به علم. خودت رو نفروش، شخصیت خودت رو، اخلاق خودت رو مفت نفروش. تا مطمئن نشدی از یک چیزی پخشش نکن، نشرش نکن. این سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. همه اینها پیش الله تعالی باید پاسخ بدن در برابر آنچه که میشنون یا میبینن یا در دلشون هست. ندیدی چرا میگی دیدم؟ نشنیدی چرا میگی شنیدم؟ من خودم دیدم، کجا دیدی؟ چون فلانی شنیده، اینم میخواد بازارشو گرم کنه، به هر حال وزن بده به کلام خود. من خودم شنیدم، با همین دوتا گوشام شنیدم، اصلا خبر نداره که حکایت چی است، به دروغ داره میگه شنیدم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا. روز زمین که راه میری با غرور و تکبر و سرمستی راه نرو. مرحا شادمانی برخواسته از غرور و سرمستی. انك همان تو لن تخرق الارض. نمیتونی بشکافی، خرق نشو کافته. انك لن تخرق الارض. تو نمیتونی زمین رو بشکافی. ولن تبلغ الجبال طولا. و نمیرسی به اندازه قدت، هم به اندازه کوها نمیرسی. بعضی ها روی زمین چنان گام برمیدارن و قدم میزنن که انگار از آسمان افتادن زمین. اینها هستن کلن از ملائکه هستن و طرف سلام به انسان رو جواب نمیده، کلش بالاست، فکر میکنه که دیگه فقط
عزیزترین انسان خودش هست، تو زیباترین انسان خودش هست، تو عاقلترین انسان خودش هست، تو ثروتمندترین انسان خودش هست، تو باکلاسترین انسان خودش هست، تو با شخصیتترین انسان خودش هست، و دیگران همه بلا نسبت حیواناتی هستن که دور برش ایشون چوپان این حیوانات هست انگار. همچنین کله بالاست که همچنین با غرور و افتخار راه میرن و انسانهای دیگر رو هیچ انسان حساب نمی کنن. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو هر چقدر زور داشته باشی زمین زیر پات نمی لرزه و نمیتونه زمین رو بشکافی. ولن تبلغ الجبال طولا، و به اندازه این سنگ هایی هم که روی هم ایستادن قدت انقدر دراز نیست که اینقدر بکشی، زیاد خودت رو بالا نگیر، کلت رو بنداز پایین، توازن داشته باش. انسان های دیگری هم روی زمین هستن که زندگی میکنن و به والله همین انسان هایی که شاید من و تو اونها رو آدم حساب نمی کنیم و پناه میبریم به الله تعالی از این احساس اگر مبتلا هستیم، شاید همین انسان ها نزد الله تعالی چنان مقرب باشن که اگر دست به دعا بلند بکنن دعای اونها رد نشه و الله تعالی شاید به خاطر همون انسانی که شاید رفتگر خیابانی است و یا فقیر و مسکینی که گوشه ای افتاده و یا شاید لباس پاره ای پوشیده و شاید شکل و قیافه آنچنانی نداره و شاید امکاناتی نداره، شاید شغلش رو من تو مسخره میکنی و یا نسبش رو خدای نکرده و یا شخصیتش رو و یا اینکه بی سواد و و و و، شاید همون انسان الله متعال بر این قوم عذاب نازل نمی کنه به خاطر وجود این شخص. من تو از کجا می دونیم که کی نزد الله تعالی مقرب تر است؟ این اکرمکم عند الله اتقاکم، مقرب ترین انسان ها نزد الله تعالی با تقوا ترین هاست. و تقوا کجاست؟ تقوا تو دل انسان هاست و از دلش من تو خبر نداریم. انک ولا تمشی فی الارض مرحا، با غرور را نرو. آخرین ماشین، آخرین مدل ماشین زیر پاته و به هر حال وقتی که تو خیابون میری فکر میکنی دیگه تو همه کاری زمینی. نه عزیز من، فردا تو باشی یا نباشی خورشید الله تعالی طلوع خواهد کرد و آسمان هم وقتی که شب شد تاریک خواهد شد، دوباره باز هوا روشن خواهد شد. چه انسان هایی که در طول تاریخ رفتن و هیچ اسمی از آنها باقی نماند، نه فرعون و نه هامان و نه نمرود و نه دیگرانی که فکر میکردن خدایان روی زمینن و دنیا بدون آنها نمیچرخه و کره زمین اگه اینها نباشن چپه میشه. نه، رفتن و گم شدن و نامی جز از آنها در تاریخ جز نامی نمان. اینها الله متعال دستورات بسیار مهمی است که برای ما فرمود و در پایان میفرماید کل ذلک، همه آنچه که گذشت، کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروه، هر آنچه که گذشت، آنچه که بد بود از اونها، کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروه، همه آنچه که بیان شد از آیه 22 به بعد تا اینجا، احکام و دستوراتی که آمد، آنچه که بد است از اینها، چون برخی از اینها خوب بود، برخی انفاق، موضوع احسان به والدین، عبادت الله متعال و پیمانه و کیل رو محکم کردن، آنچه که از اینها بد بود مثل زنا، مثل قتل نفس، مثل خوردن مال یتیم و موارد دیگر، کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروه، الله متعال ناپسند براش، نمیپسنده. آنچه که از اینها گذشت، از این احکام و دستوراتی که بد بود، آنچه که مواردی که بد بود، دستورات الله تعالی همه خوب است، دستوراتی که درباره موارد بدی بود مثل زنا و منع از زنا و دروغ و راه افتادن دنبال شایعات و اکاذیب و مواردی که در این آیات ذکر شد و اصل و معنا و مفهوم یک صفت بد رو مذمت میکرد و ما رو از او باز میداشت، الله متعال اینها رو ناپسند میدونه، به این خاطر ما رو منع کرده از اونها و دستور داده به بهترین ها. به همین قدر اکتفا میکنیم، تلاوت این آیات رو میشنویم با صدای شیخ محمود خلیل الحسری و انشاءالله برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با تلاوت و ترجمه و معانی آیات بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي.
ای مردم، بدون شک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله هایی قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد الله با تقوا ترین شماست. بیگمان الله دانای آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران. تلاوت این آیات رو با صدای شیخ محمود خلیل الحصری رحمه الله شنیدیم. نشانه که لذت کافی رو برده باشید. در ادامه این آیات الله متعال در آیه 39 این گونه می‌فرماید: بعد از دستورات والایی که برای ما صادر فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. ذلک آنچه گذشت، آنچه از احکامی که دستوراتی که الله متعال بیان فرمود. ذلک مما اوحى اليك ربك من الحكمه، اینها همه از آن چیزی است که الله متعال وحی میکنه برای تو ای پیامبر من از روی حکمت. در دستوراتی که گذشت و امر و نهی هایی که بود، الله متعال حکمت های فراوانی رو نهفته بود و از خود معنا و مفهوم هم حکمت های فراوان مشخص بود. مکارم اخلاق، احترام والدین، رسیدگی به یتیم ها، مساکین و خیشاوندان، پرهیز از اسراف، همچنین رعایت مسائل اخلاقی و عفت و پاکدامنی، موضوع حفظ ناموس، جان و مال و عدالت و برپایی عدالت در همه چیز، در بازار، در اقتصاد، در اخلاق، در رفتار، پرهیز از غرور و تکبر و مستند بودن حرف ها، شنیده ها و دیده ها، پرهیز از نشر تهمت ها، شایعات، اکاذیب. همین ها هر کدومش گفتیم که نیاز داره انسان دربارش برنامه ها بره و از حکمت های این دستورات صحبت بکنه. عدالتی که در این آیات نهفته بود، مکارم اخلاقی که در این آیات نهفته است، انسانیت و کمال صفاتی که در این آیات و دستورات نهفته بود، همین ها الله متعال اونها رو با حکمت خودش نازل فرمود. ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکم، همین ها رو الله متعال با حکمتی که داشته بر رسول صلی الله علیه و سلم وحی کرد. ولا تجعل مع الله اله اخر، حالا که این گونه است پس قرار نده برای الله متعال، به همراه الله متعال خدای دیگری، معبود دیگری. اگر این کار رو بکنی فتلقا، پس انداخته خواهی شد. القا آمدن، افتادن یک شیئی از بالا به پایین. فتلقا پس انداخته خواهی شد، خواهی افتاد. فی جهنم، در دوزخ. ملومن، ملامت شده. مدحورا یعنی مطرودا، مدحور یعنی مطرود، رانده شده، لعنت شده و رانده شده از رحمت و لطف الله متعال. در
قبل از اینکه این دستورات رو الله متعال برای ما بیان بکنه، در آیه 22 هم ما رو منع کرد از اینکه برای الله متعال شریک قائل بشیم و در صفات کمال با او و در ذات و صفات و افعالش کسی رو مانند او قرار بدیم و همتای او. و همچنین در پایان این دستورات هم بار دیگر الله متعال تاکید می‌فرماید بر موضوع توحید و پرهیز از شرک، چرا که این بسیار مسئله خطرناک است. و خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیه 65 سوره مبارکه زمر فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. ای پیامبر من، ای محمد مصطفی علیه الصلاه و السلام و ای عزیزترین مخلوق الله متعال، معنا و مفهوم این آیه است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدون شک عزیزترین مخلوق الله تعالی است و پاکترینشون و عزیزترینشون نزد الله متعال. اما با این وجود الله متعال میفرماید اگر شرک انجام بدی پیامبر من، و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، به تو و پیامبران قبل از تو وحی شده است که اگر شرک مرتکب بشی، به همراه الله متعال شریک قائل بشی در صفاتش، در ذاتش، در افعالش، لیحبطن عملک، تمام عبادت های تو باطل خواهد شد. و لتکونن من الخاسرین، قطعا حتما و یقینا از جمله زیانکاران خواهی بود آن لحظه. یعنی که بعد از شرک، شرک از بین میبره عبادت ها رو. به این خاطر بار دیگر الله متعال همونطوری که بدون توحید هیچ عبادت قبول نیست، در آغاز قبل از امر به هیچ چیزی الله متعال ما رو به توحید دعوت کرد و پرهیز از شرک. و در پایان بار دیگر برای اینکه عبادت هایی که و دستورات و اوامری که در آیات گذشته داده شده بود بهترین وجه عمل بشه و ما از بین نبریم عبادت‌های خودمان رو با شرک، بار دیگر الله متعال تأکید می‌فرماید بر موضوع شرک و ما رو برحذر می‌داره از اینکه هر گونه مخلوقی از مخلوقات الله متعال رو به امرای الله متعال شریک قرار بدیم. یکی از مواردی که در شرک بسیار مطرح میشه این هست که برخی میان و برخی از مخلوقات الله متعال رو همتای الله متعال در برخی صفات قرار میدن. برخی مثل نصرانی ها، مسیحیان آمدن و عیسی علیه السلام رو پسر الله متعال دانستن و قالت النصارى المسيح ابن الله، و بعضی از یهودیان عزیر نبی علیه السلام رو پسر الله متعال نامیدن و قالت اليهود عزیر ابن الله، و اونها این گونه کردن. و دین دیگری هم برخی از ملائکه الله متعال رو دختران الله متعال مینامیدن و مینامند، و برخی ملائکه رو به پرستش میگیرن و به اونها صفات الوهیت میدن، برخی انسانها رو صفات الوهیت میدن به مانند نصارا و مانند یهود و مانند مشرکین زمانه ما و مشرکین طول تاریخ، که به حجت شفاعت کردن اولیای الله متعال پیش الله متعال به اونها صفات الوهیت دادن و ربوبیت دادن و آنها رو حاضر و ناظر میدانن در عالم و عالم به غیب و اسرار عالم میدانن و متصرف در امور عالم میدانن. شرکی که حتی ابو جهل و ابو لهب هم به استناد آیات قرآن کریم از او مبرا بود. اینها از اونها هم مشرک ترن. یکی از مواردی که الله متعال او رو ملامت میکنه و یک عده از مشرکین در زمان نزول قرآن کریم بر این اعتقاد بودن این بود که ملائکه رو دختران الله متعال میدانند و میدانستند. الله متعال در آیه بعد این موضوع رو با تعبیر بسیار عجیبی زیر سوال برد. اف اسفاکم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا. ای کسانی که شما میگید الله متعال دخترانی داره، ملائکه دخترانش هستن، اف اصفاكم، آیا پس اصفاكم برمیگزیند شما رو از اصطفا گرفته شده، اصفاكم شما رو بهتر میکنه از صفا گرفته شده، اف اصفاكم ربكم، آیا الله متعال شما رو مزین میکنه و بهتر میکنه و برمیگزینه پروردگارتون بالبنین با پسرها، الله به شما پسر میده، و اتخذ من الملائکه اناثا، و خودش از ملائکه دخترانی را انتخاب میکنه. این آیه اشاره به این اعتقاد مشرکین داره که اونها دختران رو دوست نداشتن، همونطور که در سوره مبارکه نه میخوانیم که الله متعال میفرماید و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقتی که با آنها بشارت داده میشد که فرزندی که به دنیا آمده دختر است، اصلا صورتش از شدت خشم عصبانی میشد، ناراحت میشد، یتوارا من القوم، فرار میکرد و متواری میشد، پنهان میشد از دست قوم، و من سوء ما بشر به،
از بدی خبری که به اون داده شده بود. ایمسکو علی هون ان ام یدسه فی التراب، آیا با ذلت و خواری او رو نگه داری یا در زیر خاک لگدکوب کنه او رو و زنده به گور بکنه؟ این مشرکینی که میگفتن ملائکه دختران الله متعال هستن، خودشون از دختر دار شدن خوششون نمیومد و برای خودشون دختر دار شدن رو یک عیب میدانستن. الله متعال طبق باور غلط خودشون اونها پاسخ میده. آیا الله متعال به شما پسر میده، شما دختر دوست ندارید، به همین خاطر پسر میخواید؟ آیا الله متعال به شما پسر میده و دختر رو برای خودش نگه میداره؟ آیا امکان داره شما نمیخواید دختر داشته باشید، دوست ندارید؟ چطور الله متعال دوست داشته باشه که باز فرزندی داشته باشه و باز هم دختر؟ اینجا بین معنی نیست که نعوذ بالله الله متعال دختران رو بدتر میدونه از پسرها. این اکرمکم عند الله اتقاکم، جنس دختر و پسر مطرح نیست. اما خطاب عرب، چون خود عربی که دوست نداشت، اون عربی که مخاطب این آیه است، اونی که دوست نداشت دختر دار بشه، حالا الله متعال خطاب میکنه ها رو. تو وقتی خودت برای خودت یک چیزی رو نمیپسندی، چگونه راضی میشه که این رو برای الله متعال نسبت بدی؟ خودت دوست نداری دختر داشته باشی، اگر دختر دار بودن بد است، پس چرا به الله نسبت میدی؟ و اگر خوب است، پس چرا تو بدت میاد؟ این خطاب به خاطر قانع کردن اون هست. اف اسفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، شما کلامی میگید که خیلی کلام عظیمی است. الله متعال ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، الله متعال هیچ فرزندی برای خودش نگرفته، چه پسرش و چه دخترش. به فرض الله اگر شما اگر بگیرم هم که شما که دختر دوست ندارید، الله چطور دوست داشته باشه دختر دوست داشته باشه؟ الله متعال نه فرزندی داره، لم یلد و لم یولد، نه زایده است و نه زاده شده است، نه فرزندی داره و نه پدر و مادری. الله متعال عظمت ذاتش به همین خاطر است. در ادامه الله متعال میفرماید و لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا، صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا. و الله متعال میفرماید که من به تفصیل بیان کردم، صرفنا في هذا القرآن، من در این قرآن به شکل‌های مختلف بیان نمودم عقایق رو، لیتذکرو در اصل بوده لیتذکرو، تا تبدیل شده به ذال و ذال مشدد شده، لیتذکرو بوده، لیتذکرو یعنی تا پند بگیرن مشرکین، و ما یزیدهم الا نفورا. اما مشکل این هست که اینها این به جای اینکه پند بگیرن، نفرت اینها زیاد شد و فرارشون، نفور از نفور یعنی فرار، از نفیر گرفته میشه نفورشون، یعنی اینها نفور میکردن یعنی فرار میکردن و میگریختن. صرفنا، صرف به معنای انتقال از یک وجهی به وجه دیگری است و منتقل شدن، تنوع در اسالیب. الله متعال میفرماید به شکل‌های مختلف در قرآن من حقایق رو برای اینها بیان کردم تا اینها بیان حقیقت رو بیان بکنن، تا حقیقت برای اینها بیان بشه و پند بپذیرن و اینها قبول بکنن. و ما یزیدهم الا نفورا، اما برای اینها جز فرار و جز گریختن از حقیقت چیز دیگری، دستاورد دیگری نبود. الله متعال به شکل‌های مختلف، به اسالیب مختلف، دلایل مختلف رو در قرآن کریم برای انسان‌هایی که دورن از الله متعال بیان می‌کنه، تا فطرت اونها رو بازگردانه به اصلش، تا وجدان اونها بیدار بشن. اما اینها پیوسته از این قرآن می‌گریزن و نمی‌پذیرن و قبول نمی‌کنن. قل لو کان معه آلهة کما یقولون اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا. قل لو کان معه آلهة کما یقولون، بگو اگر بود، لو کان معه آلهتون، اگر می بود به همراه الله متعال خدایانی، کما یقولون، همان گونه که اینها میگویند، اذن آن هنگام، لبتغو می رفتن، الى ذی العرش سبیلا. قل لو کان معه آلهتون کما یقولون، اگر به همراه الله متعال می بود خدایانی اینگونه که اینها ادعا میکنن، اذن پس آن هنگام، لبتغو پس میخواستن، طلب میکردن، ابتغا یعنی طلب کردن،
الاذ العرشی، به سوی صاحب عرش یک راهی رو. اگر خدایان دیگری هم می بود به امره الله متعال، خب چی می شد؟ در این آیه الله متعال اشاره می کنه به این که اگر به فرض محال بپذیریم که در عالم به غیر از الله متعال هم خدایان دیگری هست. خدایان یعنی چی؟ یعنی کسانی که متصرف در امور عالم هست. خدا یعنی هم می دهیم در خلقت، در تدبیر امور عالم، در صفاتی که فقط شایسته اونهاست. اگر خدایان دیگری می بود، پس اونها راهی می آفتن، جستجو می کردن راهی رو تا به صاحب عرش دست پیدا بکنن. اگر خدایان دیگری می بود، در آیات دیگر الله متعال می فهمد و ما کان معه من اله ما اتخذ الله من ولد، در این آیه 91 سوره مارکه مؤمن الله متعال برای خود فرزندی نگرفت. و ما کان معه من اله، خدای دیگری هم به امراه او نبوده. اگر می بود اذا لذهب کل اله بما خلق، هر خدایی می رفت به سراغ مخلوقات خودش. ولعل بعضهم على بعض، پس از اون چی می شد؟ اگر خدایان دیگری می بود، خب هر خدای مخلوقاتی داشت، یک هیته حکمرانی داشت. اون موقع دیگه هر کسی می رفت سراغ مخلوقات خودش، این مخلوقات با هم دیگه حالا تداخل پیدا می کردن دیگه. الان نعوذ بالله، مثلا به فرض محال اگر خورشید از خودش خدایی می داشت، آسمان از خودش خدایی می داشت، خب این خورشید در این آسمان وقتی که میاد به چرخه، آیا اجازه نمی گرفت از خدای آسمان؟ اگر اجازه می گرفت، خب پس خود این خدا دیگه محتاج اون خدا می شد. اگر اون از این اجازه بهش اجازه نمی داد چی کار می کرد؟ الله متعال می فهمد اذا لذهب کل اله بما خلق، هر خدای و مخلوقات خودش مشغول می شد. ولعل بعضهم على بعض، برخی بر برخی دیگر بزرگی می کردن و تعدی می کردن، جنگ می شد اصلا. اون موقع دیگه لو کان فیهما آلهة ان الله، اگر در آسمان و زمین خدای غیر از الله تعالی می بود، لفسدتا، فاسد می شد آسمان و زمین، درگیری می شد، جنگ می شد. و چقدر عجیب است که ما هم می شنویم در عصر و زمانه خودمون که آقا فلانی اومدن جانش رو بگیرن، ملک الموت اومد، یک دفعه ملک الموت دید که دو نفر ملائکه دیگه اومدن، با اونا گفتن آقا حق نداری جون اینو بگیریم. گفت چرا؟ من الان وقت مرگش، الله منو فرستاده. گفتن نه خیر، ما رو فلانی فلان امام فرستاده. بعد اینها زورشون، ملک الموت زورش به اینها نرسید و اون رو دوباره جونش رو برگردوندن. این همون چیزی که الله متعال میفرماید. الان متاسفانه مشرکینی داریم، مشرکینی داریم که این مشرک‌ها از مشرک‌های زمان نزول قرآن مشرک‌تر بودن. الله متعال با این استدلال در زمان خود برای اونها بیان کرد که اگر این گونه باشه جنگ و دعوا میشه. اینها رسما میگن جنگ و دعوا شده و امروزه میگن آقا فلانی رو میخواست ملک الموت جانش رو بگیره و ما این بارها این فیلم ها رو پخش کردیم و عزیزان دیدن که طرف رسما میاد و ادعا میکنه که ملک الموت اومد جانش رو بگیره و فلان امام دو تا ملک دیگه فرستاد، نگذاشتن ملک الموت بگیره جانش رو. این همونه دیگه، همینجوری جنگ و دعوا شدن. نعوذ بالله، انگار که در آسمان چند تا خداست و با هم درگیرن. این اعتقاد شرکی است. هر کسی که ادعا میکنه و اعتقاد داره و باورش اینه که در آسمان کسانی هستن از مخلوقات الله متعال که اینها فقط یک فرق با خدا دارن که مخلوق نیستن، اینا خالق نیستن بلکه مخلوقن، وگرنه تمام صفاتی که خدا داره و الله متعال داره، تمام صفاتی رو که الله متعال داره اینها هم دارن، اینها عالم به غیبن، اینها سمیعن، اینها بصیرن، اینها ظاهرن، اینها باطنن، اینها اولن، اینها آخرن، اینها همه چیشون، همه صفاتشون صفات کمالی خود الله متعال است. شرکی بالاتر از این دیگه وجود نداره. این عین شرک، این عین شرک. الله متعال میفهمد قل لو کان معه آلهة، اگر به امره الله متعال میبود خدایانی کما یقولون، اونجوری که اینا ادعا میکنن، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، پس اینها راهی میجستن به سوی صاحب عرش. یک معنا اینه که اینها پس می‌رفتن تا عرش رو از او بگیرند. یک معنای دیگه هم در این آیه هست. اذن لبتقا ولایت العرش سبیلا، پس اونها جستجو می‌کردن برای صاحب عرش الله متعال یک راهی. یعنی اینا یک راهی می‌یافتن تا بتونن که رضایت رو کسب بکنن. بالاخره اگر خدایان می‌بودن، اینها سعی می‌کردن که
اگر غیر از الله مطهر کسانی این صفات رو می داشتن که شما ادعا می کنید که اولای شفاعه اونا این دلا اینا شفاعت ما رو پیش الله می کنن و اینها فلان می کنن و اینها اختیاراتی در عالم دارن، اگر فلانی دنیا رو مدیریت نمی کرد به هم می ریخت دنیا و کره زمین چپه می شد و اینطور می شد و اونطور می شد، اگر اینها همچین اختیاراتی می داشتن که متصرف در امور عالم می بودن، اینها هم خودشون برای نزدیکی و تقرب به الله متعال باید تلاش میکردن. پس به این معناست که اینها نیازمند به الله متعال هستن و وقتی که نیازمند به الله متعال هستن دیگه خدا نشدن. دیگه چطور اینها خدا میشن؟ چطور اینها این اختیارات رو پیدا میکنن؟ کسی که خودش متصرف در امور عالم باشه چطور نیازمند به الله تعالی است؟ پس یا بعد بگید اینها خدایانی هستن، اینها خدایانی هستن به مانند الله متعال که دارن میگن اینها رو، یا بعد بپذیرید که اینها هیچ دخل و تصرفی در کائنات ندارن، که حقیقتا هم این گونه است و در تمام آیات الله متعال و آیات قرآن کریم به وضوح این موضوع مشخص شد. سبحانه و تعالی اما یقولون علوما کبیرا، پاک و منزه است الله متعال از آنچه که اینها میگوین، پاک و منزه است الله متعال از اینجا که از آنچه که اینها میگوین تنزیهی بسیار عظیم و بزرگ، الله بسیار بزرگوارتر و بالاتر است از آنچه که برای او نسبت میدهند. تسبح له السماوات السبع، تسبیح میگویند برای او همه آسمان های هفتگانه، و الارض و همچنین زمین، و من فیهن، و هر آنچه که در آسمان های هفتگانه و زمین هست به تسبیح الله متعال مشغول است. تسبیح میگویند، ذکر میکنند الله متعال. و این من شیئن، و نیست هیچ چیزی، و این من شیئن وقتی که نکره به همراه نف و یا نهی و یا شرط میاد، یفید العموم، این قاعده عربی است به معنای عمومه، یعنی هیچ چیزی نیست بلا استثناء. و این من شیئن، هیچ چیزی در عالم نیست، الا یسبح بحمده، هیچ چیزی وجود نداره مگر اینکه تسبیح میکنه و حمد میگن الله متعال. ولیکن اما مسئله اینجاست که لا تفقهون تسبیحهم، شما درک نمی کنید، نمی فهمید چگونگی تسبیح الله متعال رو از زبان تمام مخلوقات. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح اونها رو درک نمی کنید که چطور اونها تسبیح می کنند. این آیه بسیار آیه عجیبی است، آیه 44 سوره مبارکه اسراء. الله متعال میفهمد که تسبح له السماوات السبع، تمام آسمان ها هفت گانه، هفت آسمان و زمین، و من فیهن، و هر آنچه که در آسمان ها و زمین است، ذره ذره عالم، و این من شیء، هیچ چیزی نیست، و این من شیء الا یسبح بحمده، مگر اینکه به تسبیح الله متعال مشغول است، به تحمید الله متعال تسبیح میکنه و حمد میگه الله متعال. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما انسان ها درک نمیکنید، نمیفهمید چطور تسبیح میکنه. علم ترى ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، آیه نمیبینی که هر آنچه که در آسمان و زمین است همه اینها تسبیح میکنن الله متعال، و طیر و صافاتون، و پرنده هایی که بالهای خودشون رو پهن کردن، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینها میدانند که چطور تسبیح بکنن الله متعال رو و ذکرشون رو خوب میدانند. علم ترا در سوره حج باز الله متعال میفرمد، آیه نمیبینیم، علم ترا ان الله، همان الله متعال، یسجد له، تسبیح، سجده میکنن برای الله متعال، سجده میکنن، یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است، و شمس و خورشید، و القمر و ماه، و النجوم و تمام ستارگان، و الجبال و کوها و شجر و همچنین درختان، و دواب و هر جنبنده ای که روی زمین است، و کثیر من الناس، و بسیاری از انسان ها، و کثیر حق علیه العذاب، و بسیاری هم الله متعال عذابش بر اونها محقق شده. جز جز عالم به تسبیح الله متعال مشغول است، همه عالم
الله متعال رو تسبیح میگن و مشغول تسبیح او هستند. هر آنچه که در آسمان است و هر آنچه که در زمین است. ذره ذره عالم مشغول به تسبیحن. حیوانات، تمامی حیوانات، تمامی جانوران، تمامی گیاهان، تمامی جمادات، مولکول هر ذره‌ای، بلکه کوچکتر از اون، هر ذره‌ای و این من شیء در عالم ذره یافت نمیشه الله متعال میفهمد مگر اینکه به تسبیح الله متعال مشغولن، تسبیح میکنن هر کدوم با زبان خودشون. در این عالم همه چی مشغولن به تسبیح الله متعال، بجز کافرانی که از انسانها و جنها وجود دارن. اینها خودشون رو از این قافله کنار کشیدن به خاطر اینکه الله متعال رو قبول نکردن. اما همین ها هم وجود اینها، ذره ذره وجود اینها مشغول به تسبیح الله متعال است، اما فایده به اونها نمیرسونه، چون این خلق الله تعالی است. الله متعال اینطوری خلق کرده تمام ذرات عالم رو که ذره ذره عالم به تسبیح الله متعال مشغولن. اما اینهایی که قبول نمی کنن تا دستورات الله متعال رو اطاعت بکنن، اینها خودشون رو بدبخ می کنن، اینها خودشون رو به هلاکت می کشونن. اینها حاضر نیستن بندگی الله متعال رو قبول بکنن، گرچه که تمام وجود اینها هم تسلیم الله تعالی هست، اما چون خودشون نخواستن و ایمان به وجود الله متعال ندارن و تفکر نمی کنن در وجود خودشون و اعتراف به وجود الله متعال ندارن، هیچ سودی به اونها نمی رسونه و هیچ فایده برای اونها نمی کنه. اما به این معنا نیست که حتی وجود اینها هم، جسم اینها هم به تسبیح الله متعال مشغول نمیشه. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، همه تسلیم او هستن، هر آنچه که در آسمان است و زمین است، طوعا و کرها، چه بخواهن چه نخواهن. اون کافری هم که الله متعال رو قبول نکرده، اما تمام ذره ذره وجودش در قوانینی است، تابع قانونی است که الله متعال قرار داده، تسلیم در برابر این قانون. مریض میشه، میافته، میمیره، نیاز به غذا داره، نیاز به آب داره، نیاز به اون چیزی داره که الله متعال خلق کرده. قانونی که بر بدن حکم فرماست قانون الله تعالی است و این بدن تسلیم قانون الله تعالی است. ولو اینکه روحش تسلیم نشده باشه و قبول نکنه و اعتراف نکنه، اما تمام ذره ذره وجودش معترف به وجود الله متعال. الله متعال میفرماید تسبح له السماوات تسبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبیح میگویند به الله متعال، تسبیح گوی او هستند تمام آسمان های هفتگانه و زمین و هر آنچه که در آسمان و زمین است. و این من شیء الا یسبح بحمده، و هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح میگوید و حمد میگوید الله متعال رو. اما لا تفقهون تسبیحهم، شما درک نمی کنید چگونگی تسبیح آنها را. انه کان حلیما غفورا، انه کان حلیما غفورا، همان الله متعال بسیار حلم دارد و بسیار بخشنده است، حلیم است، زود انتقام نمیگیرد. هر آنچه که در آسمان و زمینه و عبادت الله متعال و تسبیح و حمدش مشغول است. خیلی از انسان ها از حیوان و سواری که بر او سوار هستند هم غافلترند. هیچ حیوانی منکر وجود الله تعالی نیست. این مفهوم این آیه است. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه به تسبیح و تقدیس الله متعال مشغول است. و هم دو، تمام حیوانات، کل قد علم صلاته و تسبیحه، الله متعال میفرماید هر کدوم از اینها، هر صنفی از حیوانات و گیاهان و کوها و ماه و خورشید و آسمان و زمین، الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض
سجده میکنن بالله تعالی هر آنچه که در آسمان و زمین است، و شمس و القمر و النجوم، ماه و خورشید و ستارگان، و الجبال و الشجر، کوها، درختان و دواب و هر جا منده ای، اینا همه به تسبیح و تقدیس و هم در لایه متعال مشغولن. بسیار از انسان ها سوار بر یک سواری هستن، اون سواری، اون حیوان به تسبیح و هم در لایه متعال مشغول است، و این انسان که اسمش انسان است و پایین تر از اون حیوان در درجه و مقام، از یاد در لایه متعال غافل است. چه بسیارن انسان هایی که لباس پوشیدند و لباس اونها، لباس تنشون به تسبیح و هم در لایه متعال مشغول است، اما خودشون این کار رو نمی کنن. و این من شیء الا یسبح بحمده، و هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست مگر اینکه به تسبیح و هم در لایه متعال مشغول است. و چه زیباست وقتی که انسان مشغول میشه به ذکر الله متعال و تسبیح و حمد الله متعال و سبحان الله میگه و الحمدلله میگه و لا اله الا الله و الله اکبر رو به زبان میاره و میدونه که تمام موجودات دوربر او هم با او همراه هستن. هر روز وقتی که آفتاب و خورشید طلوع میکنه، سجده کنان و تسبیح گویان و حمد گویان برای الله متعال طلوع میکنه، و لحظه که غروب میکنه با تسبیح و حمد الله متعال غروب میکنه، تمام ستارگان، تمام آسمان و زمین، تمام گیاهان، یک گیاه، یک درخت، یک شاخه گل، صدای ریختن آب آبشار تسبیح الله تعالی است و حمد الله متعال است. ترنم رقص آب بر بستر رودخانه تسبیح و حمد الله تعالی است. صدای باد در رقص برگهای درختان تسبیح الله تعالی است. تمام آنچه که در آسمان و زمین از موجودات مشاهده میشن، همه اینها مشغولن به تسبیح و حمد الله متعال، به جز انسانها و جنهای کافر. و این میطلبه که انسان بیشتر دقت بکنه، بیشتر به خودش بیاد که ما کجاییم در این عالمی که همه به تسبیح و حمد الله متعال مشغولن. آیا ما هم به مانند این عالم و دیگر مخلوقات به تسبیح و حمد الله متعال مشغولیم یا غافلیم؟ هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست مگر اینکه به تسبیح و حمد الله متعال مشغولند، و این مولای ماست و آقای ماست و ملک اوست. ملک الله ماست و همه بندگان اویند. در این میان انسان ها و جن ها آزمایش میشن، و خوش به حال اون انسان هایی که همراه با تمام کائنات به تسبیح و حمد و تقدیس الله متعال مشغولن و میگن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید، و از الله متعال میخواییم تا فهم صحیح دین توفیق عبادت و اخلاص و بندگی خود رو نصیب بکنه، تا ما هم به مانند مخلوقاتش لحظه و لحظه زندگیمون، تمام لحظات زندگیمون به تسبیح و حمد و او مشغول باشیم و او را عبادت بکنیم تا سرفراز بشیم و خوشبخت و سعادتمند. از الله متعال برای خودمون توفیق اخلاص و صبر و استقامت بر مسیر توحید تا آخرین لحظه حیات رو خواهانیم، و برای گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت. و تشکر از رفیق جان، کارگردان محترم و عزیز این برنامه، و همچنین محمد جان و مهندسان و الافری جان که این ارتباط روحانی بین ما و شما رو برقرار ساختن. و از همه شما عزیزان التماس و دعا داریم تا برنامه بعد همه شما خوبان رو بالله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما. بالقرآن نحیا.
حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا